ساعت سوم برنامه هست و در این ساعت هم داشتهای خوبی داریم تقدیم شما ایزان خواهیم کرد اما که حافظه چی هست و راهای تقویت حافظه و کدام موارد و کدام شیوه ها برمیگرده با جوان فعالی که همی لحظه همراه ما و مهمان برنامه صوب زندگی جناب آقای محمد زلمه فرهادی صحبت های می داشته باشیم خوش آمدید. صبح شما بخیر باشیم صبح شما بخیر صبح تمام بیننده هایی که همین اکنون از پرده تلویزیون مرا تماشا دارن صبح بخیر امید که صبح خوشی را آغاز کرده باشه و سلامت باشین آقای فرهادی اومدی صبح شما هم بخیر باشه خوش اومدید به برنامه سلام از شما باشید و امروز می دیگه با مون جوان فعال در کل در رابطه با حافظه و راههای تقویت حافظه صحبت ارزشمند شما را داشته باشیم اما اگه تعریف حافظه چی هست از شما مشنید روی عزیز پیش از اینکه بپردازیم با, با تعریف حافظه خوب است که یک مقدمه کوتاه درباره اهمیت حافظه داشته باشیم بعد می پردازیم با که حافظه چی چند نواس و راههای تقویتش کلام است بفرمایید درست اهمیت حافظه رو شما متوجه است اگر در یک کلام بگویم تنها چیزی که امروز موفقیت ما رو ضمانت میکنه حافظه است. اگر ما حافظه نمی داشتیم با یک مجبور بریم بارها و بارها یک مطلب تکرار کنیم ببینین اگر امروز بشریت به این نقطه و موقعیت که رسی یکی دلائلش موجودت و حافظه است یکی نعمت های خداوند جدیل هست که برای ما ارزانی ها اگر ما حافظه نمی داشتیم گفتیم که مجبور بودیم بارها و بارها را یک موضوع را تقرار کنیم حافظه که سبب اندخته ها پیش شما میشه و ما را جازم تا یک قدم بدی بگذاریم تنها امروز چیزی که موفقت ما را زمارت میکنه حافظه است حالا تعریفی که از حافظه داریم؟ دانشمندان مختلف و انواع مختلف تعریف متعددی از حافظه کردن. اما تعریف که خیلی ساده است انفام است حافظه بارد توانی یادگیری به خاطر سپاری و دوباره پس به یادآوری مطلب است مشکل خیلی که ما داریم امروز است که ما دوباره پس مطلب به یاد آوردن میتونیم این چرا بعدا اشاره میکنیم حافظه سه مرحله داره گرفتن موضوع حفظ موضوع دوباره به یاد موضوع است یعنی حافظه در کل به سه وقت تقسیم شده که حافظه حسی حافظه کوتاه مدت و حافظه طویل مدت نباشه زمانی که ما یک مطلب میبینیم در آوازه حسی ما دو لا سه ثانیه نگهداری میشه اگر در سر توجه کردیم یا ای ملا میره مستقیم دیدا اطلاعات میره با آوازه گوتا حالا چیون امی اطلاعات به آوازه تایل مدت انتقال بدیم داره که در آوازه امی گوتا 20 الا 30 ثانیه دیدا یا اطلاعات نگهداری میشه با سر تمرین و تکرار ما انتقال با به آوازه تایل مدت. یعنی حاصل که خیلی مهمه در حافظه توجه است توجه است که اطلاعات می بر بافزه کوتاه و تمرین و تکرار است که اطلاعات می به حافظه تعویل مدت یعنی چیزی که ما می و همون لحظه یاد میگیریم با با تمرین کردن مداوم و تکرار کردن مداوم ما بتانیم اونا را بهتر به حافظه تعویل مدت خود ما انتقال بتیم که ما فکر میکنم کنم برای محصلین این کارا خیلی بهتر و خوبتر واقع میشه تا که بتونن همین درس روزمره و روزهای امتحانات خودشونا خوب سپری این هم یکی از راههای مهمی که باید محصلین و عزیز ما زیادتر در نظر بگیرن در رابطه با عواملی که باعث ضعیف ساختن حافظه میشه عواملی که باعث ضعیف شدن حافظه میشن خیلی زیاد است اما ما به طور خلاصه چند تایش یادآوری میکنیم یکی از عواملی که حافظه را خراب میکنه استرس است یکی از عواملی که خراب میکنه استرس استراپ، تشویش و نگرانی که حالا خیلی زیاد هم خیلی زیاد شده و زمانی که ما مثلا کنکور امتحان بتیم یا بعضی دیگه امتحان ها رو داشته باشیم خیلی تشویش و استراب میکنیم این باعث میشه که رنگ و افزار قلمه قلم و خوش کنه یعنی هر چی که ما درس بخوریم ضرب صفر شود یکی از عواملش گفتیم استرس یکی از عوامل دیگهش کم متاسفانه طوری که شما میادوری کردید شاگردان مکاتب یا محصلین تا دوازده یک شب درس میکنه بله که درس یاد نمیگره باعث ضعیف شدن حافظش میشه اگر ما یک راهکار خوب بگوییم میتونیم 24 ساعت ما باسي په تقسیم کونم، اوس ساعت به خو اقتصاز بديم، اوس ساعتشه به مو... کار او ژوندۍ خو اقتصاد، اوس ساعت دیگه شه و میتونیم به موارد دیگه اقتصاز بديم، و یەک دیګر از عوامله که افزار خراب میکن، تلقین کردن خود فرد است، متاسفانه خيلي افرااد میگه که اصلا محافظه ما خوب نيسته، او اصلا ما محافظه خوب ندارم، بل علاوه متاسفانه د تلقین کردن خانواده خاص که مشه بر اطفالش برچاس میدی Kataan like balas تنبل است او هم دمو تنبل گفتن چی میکنه تکرار میکنه. تکرار میگه ذهنش رو خیلی کلان میکنه برای بله خودش باور میکنه که شاید من تنبل هستم شاید من تنبل باشم شاید من توانی ندارم اما اون انگیزه تو مد بنوشته بالکل از بین میبره تلقید کردن خانواده ها حمایت کردن نکردن خانواده ها اطفال و جو جوان شو باعث میشه که باید روحیش خراب کنه هم روح و روانش خراب کنه تا اون موضوعات درسی رو خوبتر و بهتر یاد بگیره یکی دیگر از مواردی که میتونه حافظه را خراب کنه که کمبود اکسیژن است <تصفح> متاسفانه ما در جایی که مطالعه میکنیم تمام اتاق قلف میکنیم در هاشو بسته میکنیم و مطالعه میکنیم وای بویس میشه که ما خوبتر و بهتر یاد نگیریم و کمبود دیگهش که عوامل دیگه که حافظه را خراب میکنه کم خونی است کم خونی مثلا میتونه که چی کده که اکسیژن است که عامل انتقال دهنده خون می باشه اگر کم خونی بود بس نمیتواند که خوب بهتر موضوع را یاد بکنه. وعاملҳои مختلف دیګی شیسته که اول بار میکردیم که راههای تقویت حافظه رو بله، راه راههای تقویت و حافظه و شیوه هایی که درست و موثرتر میتاره واقع شود طوری که چیزهای خیلی مهم میره شما اشاره کردین که باعث ضعیف ساختن حافظه میشه حالا راهکاراش با کدام موارد برمیگرده اصل اصل روشی در نظر میگیم اصل اولی گفتیم توجه و تمرین است که خیلی مهمه در حافظه وقتی توجه گفتیم که بار تکرار شده بار بار تکرار میشه باعث تقویت شیوه مطالعه کردنت مطالعه کردن باعث میشه که انسان آمو و تا هم باعث یادگیری شد و هم باعث تقویت حافظه شود ما یک شیوه را بیان میکنم که حالا متعلمین عزیز مسئلین عزیز میبانه شیوه های مختلف را ما میتونیم که یاد بگیریم اما شیوه که دانشمند گفته به نام یک شیوه به نام پس خدا یا پی کی 4 آر است کی مخفف است پیش یا نه یعنی پیشخوانی زمانی که ما یک کتاب میگیریم اول ما باید یک پیشخوانی کنیم این پیشخوانی به ما این ای ای آگاهی را میده که ما از کلمات و مقدمه و یک آشنا شیم یک انگیزه اعتماد به نفس کسب کنیم آها. بس سینش سوال کردن هست. زمانی که ما یک کتاب می خوانیم اول پیش خوانی کنیم بعد سوال کنیم ببینیم که موفقیت موفقیت از دید ما بگوییم که چی تعریف می تونیم که از دید ما چی است بعدن کتاب بخوانیم بر دوشه چی کنیم ارتباط بدیم خیش خواندن است زمانی که ما کتاب پیش کردیم سوال کردیم خی بخوانیم یک بار خواندن اجمالی کنیم بعد دقیق خوانی کنیم دی تفکر وقتی که ما خوانی به یک تفکر کنیم یک تفکر داشته باشیم علفش هم از گفتن زمانی که ما این مطالب گفتیم یک بار از بگوییم که موافقت تعریف چی کرده بود حال در افتم است یعنی میمش مرور کردن زمانی که ما مرور کردیم پس پیشخوانی سوال کردن خواندن تفکر و گفتن و مرور کردن این زمانی که ما یک مطلب بخویم در حافظه تعویل مدت با نگهداری میشه و میتونیم از به شکل خوبتر و بهتر تا آخر عمر میتونیم استفاده کنیم راه های بسیار مهم،, مهم،, و ارزنده که هر کسی میتونه کارها را انجام بده به نظر من و کار سختی نیست که هیچ کسی نتونه برای تقویت حافظه خودش این راهکارا رو در نظر بگیره حالا اکثر کسان میگن که اگر میخوای حافظه قویتر و بهتر داشته باشی از بعضی از غذاها استفاده کن کدام غذا نقش بهتر و خوبتر برای تقویت حافظه داره غذاهای متعدد هست که میتونیم مثلا ویتامین بی و بی دو مثلا انواع سبزیجات هست زیاتر جادت که دانشمندا گفته گفته عسل هست کشمش هست مثلا انگور است اینها انواع مختلف چهار مغز از بغض چهار مغز و بادام و سبزیجات همه اینها بالای حافظه انسان تاثیر داره و بهتر میشه که از این استفاده کنیم و باعث میشه که ذهن ما عملکرد خوبتر و بهتری داشته باشه بسیار خوب زنده و سلامت باشین آقای فرهادی تشکر از حضورتان گفتنی که باقی مانده با ظرف چند ثانیه با پیام. من پیام من کردم گفتنی خاص ندارم فقط میگم با هر دلی که شاد شود شاد شوم هوا ترکی گشت من آباد شم موفقیت شما و همه همتانان از این شما زنده و سلامت باشین تشکر از حضورتان سلام سپاس از شما عزیزان تا این لحظه با ما همراه بودین همچنان ما رو تنها نگذارین تا ساعت ده بیننده برنامه خودتان باشید و از این به بعد هم بخش‌های متنوعی داریم و تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد نظرات شما عزیزان خوشبختان امروز بعد از ما رسیده ما هست ما حتما مرور می داشته باشم در رابطه با تناسب اندام و اعتماد به نفس که امروز در کل دیدگاه شما عزیزان بعد از ما رسیده و حتما مرور می داشته باشیم و همچنان خبری از سینما هم داریم و تقدیمتان خواهیم کرد خب افغان هم منتظر ما هست میریم به طرفش رفتن مکرون اول به ایک از گلفروشی ها و میخواین که با او گلفروش عزیز ما که هم گلفروشی میکنن و گل و گلدان میسازن صحبت های ارزشمندشان همراه ما شما ایزان شریک بسازن بریم به طرف افغان و بیننده گزارش از افغان عزیز هستیم تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین